خانم لوئنسون، ممکنه کمی درباره خودتون، تحصیلاتتون و تحقیقاتتون به ما بگید؟ من اولا که مال نیویورک هستم، اونجا بزرگ شدم و در اوایل 70 من و شوهرم دکتر لنارد لوئیسون با هم رفتیم ایران به قصد این که فارسی یاد بگیریم که بتونیم شاعرای مثل حافظ و سعدی و مولانا به فارسی یاد بگیریم و اونجا وارد دانشگاه پهلوی شدیم و اونجا تاریخ و ادبیات ایران خوندیم و از اونجا فارغ التحصیل شدیم و بعد از انقلاب برگشتیم به آمریکا و بعد به انگلیس و از 2000 از اون موقع تا حالا که همش سرکار هر دوتامون با فرهنگ و ادب ایران بودیم و یه جورا جور انواع و اقسام رشته های مختلف فرهنگ ایران و بعد 2005 این پروژه گلها شروع کردم با کمک اول از Endangered Archives of British Library و بعد در فاز دومش با کمک ایران Heritage Foundation در انگلیس و پارسا فاندیشن اینجا تو امریکا. البته جاهای دیگه مثل British Academy و British Institute of Persian Studies هم کمک کردن، اما اون دوتا اصلی بودن که کمک اون کردن. پروژه گلها چگونه شکل گرفت و اهمیتش چیه؟ گلها یکی از مهمترین برنامه‌های رادیوی ایران بوده، شاید هم میتونیم بگیم یکی از مهمترین و پرتاثیرترین پدیده‌های فرهنگی از لحاظ ادب و موسیقی ایران هستن. این در 1353 یا 1906 1956 شروع شد و این ابتکار داود پیرنیا بود و این ترکیب از ادبیات ایران و موسیقی و تا اون موقع موسیقی با آواز بود، اما موسیقی با دکلمه ابتکار جدیدی بود و ایشون ایدهش، یعنی عقیدهش این بود که اگر آدم شعر با موسیقی گوش بکنه مفهوم اون شعر بیشتر برش روشن میشه و این پیاده کرد تو گلها. و در برنامه گلها 600 شاعر از زمان سامانی تا پهلوی معرفی کردن و بهترین موزیسیان و بهترین آهنگ ها، بهترین کمپوزیسیون ها، بهترین خواننده، بهترین مفسر ها شرکت داشتن و این برنامه چون که رادیو فراگیر بود تو همه خونه ها می رفت مجانی، خیلی بیشتر تاثیر داشته تا مثلا مدرسه عالی موسیقی یا حفظ اشعه موسیقی که اینا به یک ایده خاصی تأثیر گذار بوده، اما این فرقیه بود رادیو و با همه با گل آقای فخردینی، فرهاد فخردینی با مردم یاد دادن موسیقی خوب چی هست، شعر خوب چی هست و در یک کشوری که اون زمان 85% بیسوادی بود معرفی کردن این همه گنجینه ادب و موسیقی یک کار خیلی تأثیر گذار بود رو فرهنگ ایران. و بعد از برنامه گلها هم از لحاظ پرستیژ هنرمندا خیلی بالا رفته و عوضی که بهشون میگن مطرب میگفتن هنرمند محترم و هم از لحاظ ادبیات خیلی از دیوان ها که هنوز چاپ نشده بود تصحیح کردن و چاپ کردن و از بس که مردم تشنه بودن که ادبیات خودشون دنبال کنن. اینم برنامه گل هاست. و بعد من متوجه شدم در آخر 2004 که هیچ کسی تحقیقات جدی علمی اکادمیک رو این برنامه نکرده و در اون موقع اگر سرچ میکردی تو اینترنت
یه دونه چیز فقط میامد اونم مقاله بود تو انسایکلوپدی ایران که هیچ دیگه در برای گلها رو اینترنت نبود و دنبال کردم و یه گرانت پیدا کردم Endangered Archives و تونستم برم ایران و آمریکا و کانادا و اروپا هر جا که کسی کلکسیون داشت و این کلکسیون جمع‌آوری شد و یه نسخه کاملش توی بریتیش لایبرری گذاشتیم و بعد در زمانی که من داشتم این چیز جمع‌آوری می‌کردم برای خودم یک دیتابیس خیلی مفصل درست کردم که بتونم تشخیص بدم برنامه گلابی از برنامه واقعی و وقتی که به موزیسیان ها و دوستای ادیب و اینا نشون میدنم خیلی اظهار علاقه داشتن که اونم داشته باشن همچی چیزی. این من تصمیم گرفتم کوشش بکنم که این در اختیار مردم بذارم و رایگان که بتونن مردم تشویق بکنن که بیشتر اونس پیدا کنن با موزیک کلاسیک و ادبیات خودشون و دیگه با کمک همینطور که میگم ایران هریتیج و پارسا و British Academy و British Institute of Persian Studies بالاخره بعد از چند سال انجام شده. اگر بگذشتم یک روز اگر بگذشتم یک روز در کوی بودی آن کوی تا سالی سمن بوی آخ یا آیا پروژه های دیگه هم در دست دارید؟ بله، در ضمن این چند سال که گلها جمع کردم و مردم آشنا شدم با کاری که دارم میکنم از سر دنیا مردم آرشیف های هدیه کردن به پروژه و امیدوار هستم که این آثارهایی که به امانت ما گذاشتن میتونم اینام در اختیار مردم بذارم چون که من واقعا ایده فکر من این هست که ما باید این آثارهای هنری مخصوصا هنر اجرای ایران مال قرن بیستم در اختیار عام بذاریم و نه فقط توی یک کتابخونه یا یک کلکسیون خصوصی یا توی یک دانشگاه خاصی باشه، باید همه در دسترس همه باشه که همه بتونن استفاده کنن، چه کمپوزر چه محقق چه فقط آدم عادی که میخوان عشق کنن به این چیزا. اوکی، این بیشتر موزیک ایران که به نظر من یکی از موزیک مادر دنیا هست و خیلی موزیک دنیا از ایران سرچشمه میگیره بیشتر آشنا بشه و جایگاه خودش در دنیا پیدا بکنه و از برنامه هایی که امیدوار هستم که میتونیم در اختیار همه بذاریم همین طوری که گلها هست با قابل سرچ و با تمام اطلاعات دقیق تحقیقاتی هم ناشه تک نوازان که در واقع برنامه هست که مثلا دو ست از استادهای شناخته شده با هم بدهی نوازی میکنن و یکی دیگه هست ساز سولو که اون فقط یکی از استادها تنها ساز میزنه بدون ضرب بدون هیچی. بعد یکی دیگه هم هست که موزیک ایرانی که اونم همزمان برنامه گلها ساخته شد و خیلی شباهت به برنامه گلها هم داره و مثل خیلی شباهت به برنامه گلهای رنگارنگ داره. چو برخون از کسی این داستان را بداند ای پای این جهان را.
دو تا برنامه دیگه که خیلی من با اینا علاقه دارم، یکی شاعران قصه میگوین که این بیشتر مصنوی های مهم ادبیات ایران از عطار، نظامی، مولانا، وحشی، جامی، اینا ویسرامین، اینا همه به صورت رادیو پلی درست کردن و میدونی خیلی ها باشون مشکل اونس پیدا کنن به ژانر مثنوی که سخت بعضی وقتا تشخیص بکنه که این صدا عوض میشه، که مولانا داره حرف میزنه، که پیرچنگی داره حرف میزنه. وقتی که رادیو پلی هست خیلی اونس بیشتری میتونی بگیری با این ژانر و بعد میتونی خودتون بری بقیه رو براحت تر با پیدا بکنی و برای مثلا به قول ما چیز هریتیج ستودنت ها خیلی کمک میکنه و هم برای ادبیات تطبیقی، چون که بیشتر این مصنوی ها ما ترجمه خوب انگلیسی هم داریم و میتونیم کاملا دو زبانش بکنیم با تکست همراه صدا و همینطوری مثل برنامه گلها قابل جستجو و اینا. این یکی و بعد دومی که خیلی برای من جالب هست یه برنامه هست که آقای روح الله خالقی و حسین علی ملا درست کردن درباره دستگاه و گوشهای موسیقی ایران و دونه دونه تمام دستگاه ها رو تعریف میکنن از کی پیدا شد و کی میزنن و چطور میزنن و اگه میخوان از این دستگاه به اون دستگاه پرش بکنن از کدوم گوشه میشه و خیلی توضیحات دقیقی درباره موزیک و طرز زدن موزیک ایران. بعد نمونه هاشون آقای زرین پنجه با تار نمونه اونا توضیح میده، بعد آقای زرین پنجه بیشتر نمونه ها رو ایشون اینا واقعا من فکر میکنم کمک بزرگی برای دانشجوهای موزیک و ادب ایران میشه، هم برای ورلد موزیک هم برای comparative literature. خیلی برنامه خیلی مفیدی. بعد توی برنامه شاعران قصه میگوین تمام مثلا خانه‌های مثل هایده، الهه، ایرج قسمت هایی میخونن، ولی قسمت هایی هم کسایی مثل خانم آزای پژوهش و دیگران دکلمه میخونن. خیلی برنامه دو برنامه خیلی مفید و امیدوار هستم که بتونیم اینا در اختیار مردم بذاریم، بازم مثل گلها رایگان در اختیار همه باشن. یه خود درباره شاید پروژه‌ای که شاید موسیقی به دوران قدیمتر هم بله صحبت بله باید. بله امیدوار هستم این صفحه سنگی یا صفحه هایی که 78 دور بودن که در اول قرن بیستم ضبط شده بود تا تقریبا وسط قرن بیستم در ایران اینا رو ضبط میشد و امیدوار هستم که اینها هم میتونم جزء سایت بزنیم و بازم همینطور با تمام اطلاعات درباره کمپوزرهاش، خواننده هاش، بایوگرافی هاش و اگه بتونیم نوتاش و تکست هاش هم بذاریم مثل برنامه گلها در اختیار مردم بذاریم و یه برنامه دیگه هم که یادم رفت موزیک نوایی، کلکسیون بزرگ که از موزیک نوایی داریم از 11-12 استان مختلف که از خود نه اینکه مثلا موزیسیان های تهران موزیک مثلا بلوچستان زدن، از خود منطقه ضبط شد و موزیک اصیل نوایی هست و اونم خیلی منبع مهمی هست که در اختیار مردم بذاریم که میتونن راحت دسترسی پیدا کنن. این چه سال های این موسیقی نوایی ضبط شده؟ اینا همه قبل از انقلاب ضبط شده و بیشترشون در سالهای 1960 و اوایل 70 اون طرف ها. فکر میکردیم که تقریبا تمام موسیقی عصر قاجار از بین رفته، یعنی اون چی که وجود داشته حالا در گذر زمان از بین رفته و با ما نیست، ولی به نظر میرسه که اینطور نیست.
ممکنی این مقدار درباره این مسئله توضیح بدین؟ بله، این خیلی از این موزیک در سلاندر از موم درست شده، ضبط شده و این یه تکنیک قبل از صفحه سنگی بود که اصلا قبل از اونم رو سیم هم ضبط میکردم، اما خیلی فراگیر نشده بود، مال سلاندر بیشتر استفاده شده و از 1890 به بعد این رایج میشه و چند تا کلکسیون از این سلاندر هست که خیلی ها فکر کرده دیگه وجود نداره و بعضیشون در آرشیوهای شخصی در ایران هستن و یه مقدارشون هم توی ساتس بیبلیوتک برلین هم هستش و امیدوار هستیم که اینها رو با روش‌های خاصی برلین خودشون یه روش دارن که لاس واکس می‌کنن، یعنی سیلندر آب می‌کنن با یک قالب مسی ازش درست می‌کنن، بعد هر دفعه که می‌خوان پلی بکنن اون رو اون پلی می‌کنن. اما روش‌های دیگه هست، یکی با 3D ایمیجینگ در برکلی استفاده می‌کنن و یکی هم در ژاپن با لیزر استفاده میکنن که سیلندر خودش سالم میمونه و توریش نمیشه و حتی سیلندر شکسته هم میتونن بخونن و امیدوار هستیم که اینها را بتونیم صوتش در بیاریم و بازم با همین ترتیب با تحقیقات لازم در اختیار مردم بذاریم که این اوائل موزیک ایران، یعنی ما خب قدیم تر از این نداریم، یعنی از لحاظ ضبط شده تو حافظه های فقط پیرمرده هستن و ما دیگه ضبط شده نه، چون اون موقع هم هنوز نوت به ایران نیامده بود، نوت با عکس رواج پیدا میکنه با وزیری، اما خب یه مقدار مینباشیان و اینا با موزیک نظامی خب از فرانسه اومده بودن و از بلژیک اومده بودن یک کمی بود، اما رایج پیدا نکرد تا وزیری که اون مثلا 1930 و اون طرف ها قبلش اصلا ما نوت نداشتیم و خیلی سخته که ما بفهمیم قبلش چی بود و چی شد. خب توی صفحه سنگ ها یک کمی هست، اما تو این سلند قدیمی تر. خانم لوئسون، چرا فکر میکنید که این پروژه ها مهم هستن انجام دادنشون برای موسیقی حالا ایران و حتی موسیقی جهان؟ همینطوری که گفتم، من اونطوری که من فهمیدم موسیقی ایران یکی از موسیقی مادر دنیا هست و خیلی تاثیر گذاشته روی موسیقی که الان به گوشمون میخوره، هم موسیقی هند و ایران خیلی با هم تطبیق هستن از قدیم و هم توی چیز حفاری‌هایی هایی که در خراسان بزرگ کردن آثارهای از قدیم ترین آثارهای موسیقی اونجا پیدا شده بود و میدونیم که خیلی از سازهای غربی از بچگیشون از سازهای ایران میاد، مثل سنتور و پیانو، مثل لوت و مندولین و گیتار و تار و گیتار و ستار و تمام اینها و چنگ، قدیمترین چنگ ها از ایران هستن و از این لحاظ خیلی برای موزیک جهان و تاریخ موسیقی جهان مهمه و هم از تاریخ خودت شاید میدونی که در زمانی که سیلک رود رایج بوده زبان بین‌المللی لینگوا فرانکا اون زمان فارسی بود و مثلا مارکو پولو با امپراتور چین فارسی صحبت میکنه و همین طوری این موزیک و فرهنگ با همین تجارها رفت و آمد و حتی موزیک ایران کانون و سنتور و کمانچه ایران میره به چین، از این لحاظ خیلی مهمه برای تاریخ موسیقی جهانی هست و هم در اختیار گذاشتن این آثار خیلی مهمه که همه جا هر جا که هر کی هست میتونی با اینا دسترسی پیدا کنه
و من فکر میکنم که اگر بتونیم این کار بکنیم و نه فقط آثارهای صوتی اما آثارهای مطبوعاتی که مربوط به هنر اجرایی و موزیک و اینا هست سر میتونیم در اختیار مردم بذاریم اختیار محققا بذاریم یک منفجری پیدا میکنیم تو ایرانیان سریس چون که ما در حال حاضر هر کی میخواد پاپولار کلچری در ایران تحقیق بکنه همش با روایت داره کار میکنه منبع خیلی کم هست اما هم این مجله ها منبع ها اگر در اختیار همه بذاریم هیچ کدوم از اینا تو کتابخانه مهم دنیا نگهداری نمیشه از این لحاظ این مهم هست که منبع های درست در اختیار محققا در اختیار موزیسیونار بذاریم که بتونه انشالله فرهنگ قرن بیستم ایران شناخته بیشتر بشه و هم موزیک ایران جایگاه خودش در دنیا بگیره خیلی متشکرم خانم آیش میدونم